آتش گرفتن یک پالایشگاه روسیه پس از پرواز پهپادهای اوکراینی. خبرگزاری تاس از آتش گرفتن پالایشگاه نووشاختینسک روسیه در منطقه روستوف در غرب روسیه بعد از مشاهده دو پهپاد اوکراینی بر فراز این منطقه خبر داد. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از منابع محلی در منطقه روستوف نوشت یکی از پهپادهای اوکراینی با واحد انتقال حرارت این پالایشگاه برخورد کرد که این برخورد سبب آتش سوزی در این واحد شد. پهپاد دوم نیز از منطقه گریخت. اوکراین اخیراً خواستار دریافت سلاح‌های برد بلند و پهپادهای تهاجمی از غرب شده است، موضوعی که نگرانی روسیه را در پی داشته و موسکو درباره این موضوع به کیف و متحدانش هشدار داده است. مقام‌های ارشد روسیه اعلام کردند که در صورت استفاده اوکراین از سلاح‌های تهاجمی و حمله به خاک روسیه، راهبرد خود را در قبال جنگ تغییر داده و از سلاح‌های استفاده خواهند کرد که تاکنون استفاده نکردند. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت حمله اوکراین به خاک روسیه، امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای توسط مسکو وجود دارد، زیرا قانون این کشور اذعان دارد که در صورت مورد تهدید قرار گرفتن خاک این کشور، ارتش حق استفاده از این گونه سلاح‌ها را دارد. بایدن: جنگ اوکراین به بازی انتظار بین روسیه و اروپا بدل می شود. از شکاف در ائتلاف غرب نمی ترسم. رئیس جمهوری آمریکا با هشدار درباره طولانی شدن جنگ اوکراین گفت که هراسی ندارد با ادامه جنگ روسیه در اوکراین ائتلاف غربی از هم بپاشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران نسبت به طولانی شدن جنگ اوکراین هشدار داد و گفت که در نشست هفته آینده ناتو در مادرید درباره این بحران با متحدانش گفتگو خواهد کرد. وی در مورد احتمال اختلاف بین متحدان آمریکا در اروپا در سایه جنگ اوکراین گفت: نمی‌ترسم. بایدن با بیان اینکه جنگ اوکراین به رقابتی برای استقامت بین روسیه و اروپا تبدیل خواهد شد گفت: من فکر می‌کنم در مقطعی این جنگ به یک بازی انتظار و بقا بین اروپا و روسیه و آزمونی برای سنجش توانایی روسیه در حفظ دستاوردهای خود و توان اروپا برای مقاومت در برابر آن تبدیل خواهد شد. این یکی از مواردی است که در مادرید درباره آن صحبت خواهیم کرد. بایدن: اوکراین به احتمال زیاد به اتحادیه اروپا ملحق می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا پس از رأی گیری روز جمعه کمیسیون اروپا درباره اعطای وضعیت کاندیداتوری اتحادیه اروپا به این کشور گفت: فکر می کنم احتمال چنین اتفاقی خیلی زیاد است. وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا قصد دارد تا به اوکراین برود گفت: این بستگی به بسیاری از مسائل دارد که آیا این کار برای اوکراینی ها مشکل بیشتر ایجاد می کند یا نه. بایدن ادامه داد: با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده و هفته ای 3 یا 4 بار با او گفتگو می کنم. بایدن همچنین گفت: احتمال نمی دهد که در بخشی از سفرش به آلمان، اسپانیا، اسرائیل و عربستان سعودی به اوکراین هم برود. اگر بایدن واقعاً هفته ای 3 یا 4 بار تماس با زلنسکی داشته باشد، به این معنی است که کاخ سفید برای اکثر آنها اعلامیه‌ای صادر نکرده است. آخرین اطلاع رسانی کاخ سفید در این باره مربوط به 15 ژوئن 2022 بود. پیش از آن هر دو رئیس جمهور در 8 می به کنفرانس تلفنی گروه 7 پیوستند. هنوز مشخص نیست که چقدر طول می کشد تا اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شود. وضعیت کاندیداتوری اتحادیه اروپا برای کیف ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. زلنسکی 4 روز پس از حمله روسیه درخواست عضویت کشورش را به اتحادیه اروپا ارائه کرد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.